که گفته است من آخرین باز مانده فرزانگان زمینم. من آن غول زیبایم که در استوای شبی ایستاده است غریق زلالی همه آبهای جهان و چشم‌انداز شیطنتش خواستگاه ستاره است. فکر میکنم که حصر یعنی نهایت بی‌برنامگی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌هایی که خودش درست میکنه. یه بحران‌هایی رو دائم درست میکنن که بعد نمیدونن چی کار باید باش بکنن. اولا عامل اون بحران رو دیگه هر کسی که دستشون میرسه و نمیرسه از آمریکا و انگلیس و تمام غرب مال هر کسی که دستشون برسه و هر کسی که ترجیحاً دستشون نرسه، عامل بحران رو که خب اونا معرفی میکنن، بعد در مواجهه با اون بحران انگار هر روز رو میخوان یه جوری به فردا برسونن. مسئله انتخابات 88 رو خود جمهوری اسلامی درست کرد و منتها انگار اصلا هیچ برنامه‌ای براش نداشت. حالا امروز میریم مردم رو میزنیم ببینیم چی میشه، امروز میریم یه عده رو میندازیم زندان ببینیم چی میشه، امروز روزنامه‌ها رو میبندیم حالا ببینیم چی میشه. یه روز گفتن عکس امامو پاره کردن، نمیدونم فلان، هی مرحله به مرحله تا نهایتا رسید به این که خب ما الان آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو حصر خانگی، تو حصر خانگی قرار میدیم، حالا ببینیم چی میشه. و برای این من به این جهت میگم هیچ برنامه‌ای ندارن. از ابتدای مسئله حصر هر روز اینها اومدن یه چیزی گفتن، یعنی یه کاری که هیچ برنامه‌ای براش وجود نداشت و اینا خودشون تازه مواجه شده بودن با یه بحران جدیدتری که برای خودشون درست کردن. اول اومدن گفتن که ما اینها رو به درخواست خودشون حذف کردیم. نمیدونم این جوک‌هایی که گاهی مسئولین جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی میگن، سران حاکمیت جمهوری اسلامی میگن، خودشون باور دارن یا واقعا میدونن جوکه؟ نمیدونم. یعنی یه کسی بره بگه لطفا بیاید در پنجره خونه من از این صفحات آهنی بذارید جوشکاری و نذارید من از خونه برم بیرون، لطفا بره یه کسی از حکومتش این رو بخواد. گفتن خودشون خواستن، بعد گفتن تکمیلش کردن، گفتن خودشون خواستن به خاطر اینکه در بیرون از درب منزل ممکن بود امنیت نداشته باشن. اینو البته درست میگفتن به خاطر اینکه هستن، خب اون کسی که حاضر میشه بره در اصفهان اسید بپاشه روی صورت خانوم ها، همون آدم های اونجوری هم پیدا میشدن که بر صورت بخوان تهدیدی باشن برای جان آقای مهندس موسوی و آقای کروبی. بر صورت اومدن گفتن که نه، اینا خودشون خواستن، ما این کار رو برای امنیتشون کردیم. بعد یواش یواش دیدن نه، یعنی اصلا جمهوری اسلامی حاضر نیست مسئولیت کاری رو که میکنه بپذیره. تو یکی دو سال اخیر گاهی بدون این که اصلا کسی سوال کنه ازشون، خودشون بس که مطلعن، قطعا مطلعن که خواست تمام مردم رفع حصر هست، دائم میان در این مورد توضیح میدن. در مجلس سری نماینده رو میفرستن، راهپیمایی میکنن، شعار میدن و شفاهن میگن حصر قانونیه. جالبه که هیچ کدوم از نمایندگان مجلس ما جرأت این که بشینن این رو به صورت قانون در بیارن جرأتشو ندارن، ولی شفاهن حاضرن هر جوری که بگیم، مثلا جلوی دوربین های خبرگزاری ها هر روز بگن حذف قانونیه. خب این قانون رو شما تصویب کنید. در انتخابات 92 آقا یک نفر در این مملکت رئیس جمهور میشه به خاطر اینکه وعده انتخاباتیش رفع حذفه، یعنی ملت میرن بهش رأی میدن، انتخابش میکنن، حالا چه اتفاقایی بعدن افتاد نیفتاد یا خواهد افتاد، ولی مردم میرن به دلیل اینکه، یعنی اصلا طرف 4 سال
از سال 88 تا 92 هیچ کسی ته ذهنش از هیچ کاندیدایی، من فکر میکنم فقط ایران اینطوری باشه، مطالبه این که چرا خب کسی بدش نمیاد برای مثلا دست مزدشون، برای به هر حال یه مقدار رفاه، یه مقدار، تمام مردم یک خواست مشترک داشتن در انتخابات 92، رفع حصر. دعوت به تجمع، هیچ بجز یک بار، هیچ وقت دعوت به تجمع از طرف آقای موسوی و آقای کروبی اتفاق نیفتاد، برعکس بود. در جریان اصلا انتخابات 88، بعد از به حال تقلب انتخاباتی که اتفاق افتاد، یکی دیگه بحران هایی که جمهوری اسلامی برای خودش درست کرد، بحران بسیار بزرگی که درست کرد و به این راحتی ها هم حل نمیشه، بعد از اون اصلا تمام مردم، یعنی اینجور اتحاد و همبستگی و همدلی که در ایران به وجود اومد، سراسر ایران رو مثل یک زنجیر به هم وصل کرد. من نمیدونم این به جای اینکه باعث افتخار و مباهات جمهوری اسلامی باشه که فردی بعد از در اون زمان، حالا مثلا بیشتر از 30 سال، 33-34 سال بعد از انقلاب، تونسته تمام مردم رو اینجوری دور هم دیگه جمع بکنه، همه رو با هم متحد بکنه، هم زبون بکنه، همه رو بر سر یک چیزی که اسم نهاییش منفعت ملی بود متحد بکنه. بعد آقای خامنه ای گفت این حضور خیابانی یک جور بدعته و ما زیر بار بدعت ها نمیریم. توی خیابون گفتی که نیان، نباشن، اعتراضشون رو نگن، خب این بدعت، ما زیر باره این بدعت نمیریم. رفتن توی خونه نشستن، توی خونه تلفن هاشون قطع، اینترنت هاشون قطع، خب چیکار بکنن؟ یعنی شما، من به نظرم جمهوری اسلامی خواست حدود 70 میلیون نفر رو حصر بکنه، نه به این تعداد، نه به تعداد خونه های این افراد جوشکار داشت که بره رو در پنجرهشون صفحات فلزی جوش بده با نمیدونم فلان. بنابراین نمایندگان واقعی این مردم رو توی حصر قرار داد. به این تعداد خب میگم نه جوشکار داشت، نه زندان داشت، نه داره، نه میتونه داشته باشه، ولی خب به اندازه خونه آقای موسوی و آقای کروبی داشت. به نظر من حاکمیت میتونه به جای اینکه این بحران رو هر روز برای خودش جدیتر بکنه، به جای اینکه آقا یه سری افراد هستن در ایران که مردم به هر صورت بهشون علاقه دارن و دنبال روی میکنن ازشون، مورد احترام مردم هستن، مردم دوستشون دارن، شما نمیتونی هیچ کاری بکنی. شما بیا بگو که اسم آقای خاتمی رو نبرید، عکسش رو جایی منتشر نکنید. اصلا همینی که میگی اسم و عکسش همه جا منتشر میشه. میای یه کاری میکنی که آقای موسوی، آقای کروبی رو خب هیچ کس نتونه ببینه، هیچ کس نتونه. آقای موسوی خب شما گفتی که تو خیابون نیاد، یعنی چیزی که شما با اینکه میدونستی که مردم میرن و ایشون در کنار مردم قرار میگیره، با این حال گفتی که خب نه، باید خونه نشین بشن که بیرون نرن، کسی جمع نشه. خیلی خب، کاغذ و قلمو چرا ازش گرفتی؟ یک اعتراضی رو، یک اعتراض پنهانی رو، اعتراضی که سالها پنهان بوده رو مردم دارن اعلام میکنن، مردم میخوان اعلام بکنن و چقدر دوست دارن و چقدر خوشحالن که این کار رو در کنار آقای موسوی، در کنار شخصیت قابل احترام آقای موسوی، در کنار یک آدم محترم، یک آدم مؤدب، یک آدم باسواد، کما اینکه اگر فکر میکنم شاید آقای خاتمی هم بود به همین شکل، بر صورت آقای کروبی هم که خب جزو همین حلقه است،
اینها رو شما هر کاری بکنید مردم بهشون احترام میذارن، مردم خیلی سوال ها از این آدم ها دارن، خیلی نقد ها بهشون دارن، خیلی جاها اصلا شاید قبولشون ندارن، خیلی جاها مشکل دارن، ولی اصلا اون چیزی رو که مردم در کنار این آدم ها دنبالش هستن رو شما اصلا نمیتونید درک کنید. اگر میتونستید ما حداقل در حاکمیت جمهوری اسلامی در طول حدود 36 سال گذشته حداقل یک نفر رو داشتیم که اینقدر مردم اصلا جزء فکر روزانه مردم باشه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی به هر صورت میرسه به این جایی که این حصر رو باید تمامش بکنه، یک جایی باید این قضیه تموم بشه. به هر صورت ضمن اینکه همیشه خیلی امیدوارم که این کار، این حصر آقایون موسوی و کروبی کار کوچیک و کمی نبوده، ضمن اینکه همیشه امیدوارم که بزرگترین هزینه رو دستشون بگذاره و خواهد گذاشت، ولی در کنارش باز امیدوارم که با کمترین هزینه، به هر حال روزی که شما قطعا به اینجا خواهید رسید که حصر رو تمام بکنید، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو آزاد بکنید، امیدوارم که اون روز هزینه زیادی هیچ کدوم از طرفین نداده باشن، مخصوصا طرف ما، طرف مردم، امیدوارم که هزینه زیادی نداده باشن و امیدوارم که دوران ریاست جمهوری آقای روحانی آخرین دوره‌ای باشه که مردم با مطالبه رفع حصر به یک کاندید نگاه کنن. مردم خیلی مطالبات دیگری هم دارن که میتونن مطرح کنن، میتونن عنوان کنن و یک کاندیدا میتونه برای برآورده کردن اون مطالبات رئیس جمهور بشه. امیدوارم دوران ایشون آخرین دوره باشه، امیدوارم به هر صورت کسانی باشن و هستن قطعا، این همه حرفای ضد و نقیض ما راجع به حصر، قانونی بودن و غیر قانونی بودنش از طرف اعضای هیئت دولت و اطرافیان نشنویم. و به هر حال من نمیدونم شورای عالی امنیت ملی مثلا، نمیدونم میگن که همه چیز، میگم انقدر بدون برنامه و انقدر عجیب غریب و ما انقدر دستگاه و نهاد و تشکیلات داریم که به طور موازی کارهای همدیگر رو انجام میدن، اصلا آدم اصلا نمیدونه مسئول مستقیم این کار کی هست. اینو میدونیم که تمام اینها هر کسی که این کار رو انجام بده و هر کسی که اصرار داشته باشه که این اتفاق ادامه پیدا بکنه، در نهایت تمام اینها مربوط به شخص آقای خامنه ای هست. همونطور که ایشون موقعی که گفت اگر این حضور خیابانی و اعتراض به این شکل ادامه داشته باشه، مسئولیت اتفاقایی که میفته و خونهایی که ریخته میشه با آقای موسوی و کروبی از خیلی راحت سر خودش باز کرد، ما هم میگیم که به هر حال این اتفاق حصر مسئول مستقیم شما هستی و اگر خدای نکرده اتفاقی برای آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بیفته، مسئول مستقیمش شخص آقای خامنه ای هست. یقینا زیاد طول نخواهد کشید که شما وادار میشید از طرف دایره خودتون، حلقه اول خودتون، وادار میشید به رفع حصر. من امیدوارم که این رفع حصر هزینه بیشتری بر نداره.